اخیراً سازمان جهانی بهداشت از وجود یک سویه جهش یافته ویروس کرونا خبر داد و نسبت به اون هشدار داد و در پستی هم گفتش که این ویروس ارتقا یافته BA286 رو در ردیف ویروس هایی از کووید باید در نظر گرفت که اونا زیر نظر باشن و اونا رو اینجوری طبقه بندی کرده. برای اینکه کمی عمیق‌تر به این هشدار و دلیلش بپردازیم، همراه میشیم با دکتر حسین جهانسوز، فوق دکترای بیوشیمی از آمریکا. با سلام به شما آقای دکتر و خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ما. منم خدمت شما و بینندگان عزیز شما سلام عرض میکنم و درود میفرستم به شورشگران کانون‌های شورشی در ایران و همینطور از این فرصت استفاده میکنم. دیروز اول شهریور بود، روزی که قهرمان ملی ما جوان 20 ساله علی اکبر اکبری جهان را از وجود کثیف هیولایی به نام لاجوردی پاک کرد. در واقع لاجوردی آینه‌ای بود که ماهیت و فطرت کثیف خمینی را منعکس می‌کرد. بله، بسیار عالی، تشکر از شما و ممنون از یادآوری این روز و مناسبت بسیار بسیار و یادموندنی. به عنوان اولین سوال آقای دکتر، می‌خواستم اگه ممکنه برای بیننده هامون توضیح بدین که علت هشدار اخیر سازمان بهداشت جهانی در رابطه با این ویروس جدید در کووید چی هست؟ همینطور که گفتین، این سویه جدید اولین بار در اسرائیل دیده شد، بعد در دانمارک و اخیراً در آمریکا هم دیده شده و این در واقع وظیفه و کار شغل این اداره است، بهداشت جهانی است، که وقتی یک مرضی منتقل میشه از کشوری به کشور دیگه ردگیری کنه، ببینه که چطوری میشه جلوگیری کرد و خطرات چی هست. چیزی که بیشتر ایران نگران کرده سازمان بهداشت جهانی ره تعداد تغییراتیه که یا جهش هاییه که در پروتئینی به اسم سپایک پروتئین که در ویروس کرونا وجود داره به وجود آمده. 36 تا از آمینو اسیدهای اسپایک پروتئین تغییر کرده، معمولا یک یا دو تا تغییر میکنه. هرچی تعداد تغییر بیشتر باشه، شکل و قیافه اسپایک پروتئین بیشتر تغییر میکنه و برای به اصطلاح آنتی بادی که در بدن هست که با این مبارزه کنه، شناسایی اسپایک پروتئین مشکل تر میشه. به عنوان مثال فرض کنید یک فردی برای که شناخته نشه یک کلاه سرش میذاره، بعدن اگر عینک دودی هم بزنه خب مشکل تر میشه شنه، و اگه ماسک هم بزنه که دیگه خیلی سخت میشه بشناسیم این چی است. آنتیبادی هم همینجوره، آنتیبادی هم وقتی که تغییرات زیادی در اسپایک پروتئین به وجود میاد که در این مورد 36 تا از اینها عوض شده، مشکل داره که ایره شناسایی کنه. اگر نتونه شناسایی کنه خب نمیتونه باهاش مبارزه کنه. به این خاطر سازمان بهداشت جهانی نگران شد و ایره گذاشت تو طبقه بندی نظارت. بله. شبیه ای قبلا ما دیدیم، یک اگر یادتان باشه، خب الان مدتی از این جریان کرونا گذشته، یک چندین سویه داشتیم که جهانی شد به سرعت. یکیش بود آلفا، بیتا، دلتا و گاما، که گاما خیلی به خصوص در هندوستان کشت، و بعد از اون یکی دیگه آمد به اسم آمیکرون. آمیکرون به سرعت 52 تا از این آمینو اسیداش عوض شده بود، که میبینیم این سویه جدیدم 36 تا عوض شده، که خب خیلی بالایه، و این باعث شد که به سرعت خیلی مسریع‌تر شد از تمام سویه های جدید قبلی، مسریع‌تر بود و به سرعت در سطح جهان پخش شد. ولی خوبیش این بود که کشنده تر نبود. آمیکرون این سویه جدیدم اینه که فقط در قسمت بالای دستگاه تنفسی باقی میمانه، یعنی توی بینی، دهان و به اصطلاح گلو، و پایین نمیره که توی شش. او قبلی ها آلفا، بیتا، گاما، دلتا، اونا میرفتن توی شش، شش را چرکی میکردن و بسیار بسیار خطرناکتر بودن از نظر کشدار. این آمیکرون ای در او حد نیست، ولی چیزای ابتدایی نشون میده که به اصطلاح مقاومت بالایی در مقابل این واکسن هایی داره که تا به حال ساخته شده. تمام واکسن هایی که تا به حال ساخته شده، چه اونایی که از مسنجر آر ان ای استفاده کردن مثل واکسن فایزر یا متد های دیگه، همه اونها نهایتا وقتی به بدن تزریق بشن آنتی بادی تزریق درست میکنه بدن که فقط میتونه اسپایک پروتئین رو شناسایی کنه، و در این مورد به نظر میاد که الان مشکل داره در شناسایی اسپایک پروتئین.
بله بسیار عالی. آقای دکتر اگه اجازه بدید من یک سوال دیگه هم داشتم می‌خواستم بپرسم، اینکه آیا راه‌هایی هم برای مقابله با این سویه جدید الان اعلام شده یا خیر؟ ببینید سویه جدید الان وقتی علائمش اگر بخوایم بررسی کنیم، علائمش بسیار شبیه آنفولانزا یا سرماخوردگیه. دچار سردرد میشن، گلو درد میشن، بعد بدن دچار خستگی میشه، سرفه میکنه، بعد گلو درد وقتی غذا میخوان قورت بدن گلوشان بیشتر درد میکنه. اینا همش علائمیه. بنابراین اگر کسی متوجه شد که دارای این چنین علائمی هست یا تب میکنه به 39 درجه تقریبا، باید هر چه زودتر با پزشک تماس بگیره و خودش از بقیه مردم حداقل برای 10 روز جدا کنه، یعنی کمک کنه به این که از شیوعی جلوگیری کنه. و روشش همون روش هایی بود که قبلا هم برای سویه های دیگه گفته بودن. زدن ماسک بسیار بسیار مهمه، چون اولا وقتی سرفه کنی اگر مبتلا شده باشی به مردم منتقل نمیکنه، و همینطور مردم بخصوص در محلهای که سقف پوشیده داره، مثلا تو هواپیما خیلی مهمه که ماسک زده بشه، چون یک فضای خیلی کوچیکه با تعداد خیلی زیاد. توی قطارها، توی اتوبوسها، تو اگر مهمانی هایی از جمعیت زیاده ماسک زده بشه برای یک مدتی تا موقعی که این سویه کاملا بتونن ایده چیکارش کنن، کنترل کنن. بعدن با پزشکم حتما بایستی تماس بگیرن اگر این چنین علائمی دیدن. این روشش با روش های قبلی تفاوتی نداره از نظر جلوگیری کردن. بله بسیار عالی آقای دکتر، خیلی خیلی ممنون از شما. یه تصویر تقریبا کاملی هم به ما دادین از وضعیت این، چون توی مدت صحبت های خیلی زیادی هم ازش شده بود. با سپاس مجدد از شما آقای دکتر حسین جوانسوز، فوق دکترای بیوشیمی از آمریکا، که وقتتون رو به ما دادین و در گفتگوی امروز ما شرکت کردین. خدا نگهدار. خیلی ممنون که به من وقت دادین. متشکرم.